تقابل استقلال و انقرافه در لیگ نخبگان آسیا بهانه ای شد تا به یک بازی خاطر انگیز سر بزنیم. گلبارون تیمی که سال پیشش به پرسپولیس 5 تا زده بود. تیم عبدالصمد مرفاوی باید به مساف انقرافه میرفت که سال قبل رویا رویی با استقلال هم قهرمان لیگ شده بود و هم تو آسیا تیم پیروزی رو 5-1 برده بود. در فصل جاری هم صدرنشین لیگ پرستاره قطر بود و هم چند روز قبل از همین مسابقه قهرمان جام حذفی قطر شده بود. این 11 نفر یعنی محمدی، صادقی، یوسفی، حیدری، منتظری، عمرانزاده، کاظمی، جانواریو، اکبرپور، سید صالحی، مجیدی اسکواد استقلال رو در این بازی تشکیل میدادند. تو همون دقایق ابتدایی بازی سکوهای منفجر شده آبی یه خوشحالی همیشگی رو میبینن. کاپیتان محبوب استقلالیا در دقیقه 12 با یک فرار قشنگ توپ رو از زیر دستهای گلر القرافه وارد دروازه این تیم زردپوش میکنه تا استقلال 1-0 بازی رو جلو بیفته. یه موقعیت عالی برای مجیدی و توی دروازه گل برای استقلال. راستی اینجا استقلال ویده و ما هر هفته در مورد باشگاه استقلال و فوتبال ایران ویدیو داریم. اگه از این محتوا خوشت میاد ما رو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو هم بزن تا اگه ویدیویی گذاشتیم جز اولین نفراتی باشید که مطلع میشید. لایک ویدیو هم یادتون نره که باعث دلگرمی ماست. اگه بازی خاصی رو دوست داشتید مثل این بازی که پوششش بدیم تو کامنت ها برامون بنویسید، حتما به اون بازی هم سر میزنیم. اگه هم دوست داشتی به تلگرام و اینستاگراممون هم یه سر بزن و اونجا رو فالو داشته باش که یه خبرایی هم اون طرف هست. فرهاد مجیدی به هم یک گل راضی نموند و در نیمه دوم قدر ارسال فوق‌العاده‌ای که براش فرستادن رو دونست و در دقیقه 53 هم استقلال رو و هم خودش رو دو گله کرد. برمیگرده و یک ارسال عالی با هم ببینیم که مجیدی چطور کار میکنه. گل دوم برای استقلال و در ادامه هم تشویق فرهاد توسط هواداران استقلال. استقلال جدا از بازی خیلی خوب شاگردای مرفاوی که سرمربی القرافه هم تو کنفرانس بعد بازی هم این رو تایید کرد و حتی به استقلال هم بابت این برد تبریک گفت، دو تا چیز راه استقلال رو تو این بازی هموارتر کرد. یک، مصونیت جونیور برزیلی بازیکن القرافه و دلیل مهمتر، جو وحشتناک و حضور 65 هزار استقلالی در استادیوم آزادی. البته تعداد خیلی بیشتر از این حرفا بود، تقریبا بالاتر از 70 هزار نفر، نزدیک 80 هزار نفر. بعد فرهاد نوبت پژمان خسرو بود که بازی خوبشون رو با یک گل و پاس گل تکمیل کنن. ارسال دیدنی خسرو حیدری و ضربه سر پژمان که انگار توپ رو شوت زده بود، اینقدر که شدت داشت. توپ رو مواج بلوی دروازه میفرسته، یک ضربه سر خارق‌العاده و دیدنی و گل سوم برای استقلال. ویدیویی که روی تصویر اومده ویدیو پیشنهادی من به شماست. بازی خاطر انگیز این هفتمون هم تموم شد. سلامت و پیروز باشید تا هفته های دیگه و ویدیو بعدی. خدا نگهدار.